گرم سر به بردش تمام تا من باز کو که بودش به دانجا کلام گرو. ساز ترکی در واقع آشنا بشم که توسط یکی از دوستای مشترکمون با هم آشنا شدیم. بنده رفتم ترکیه پیش ایشون خدمتشون و یه هفته با هم گذروندیم، صحبت کردیم راجع به موسیقی، صحبت کردیم راجع به کاری که میتونیم با هم بکنیم و بعد زر فکر کردیم روز دوباره یه 3-4 ماه جدا شدیم. باز یه سفر دیگه من کردم به ترکیه، موسیقی زیاد گوش کردم در این مدت. بعد یه نغماتی انتخاب کردیم به عنوان پول، به عنوان دستمایه که بتونیم با هم انجام بدیم، با هم این رو در مورد روش کار بکنیم و گسترشش بدیم. فکر میکنم حدود 8 ساله که همدیگه رو میشناسیم. یک ضبط با هم کردیم، یه سی دی بازار دادیم با هم یاردم و کماکان مشغولیم، کنسرت میدیم، ماه پیش لس آنجلس بودیم با هم و دائم داریم با هم کار میکنیم و کنسرت میدیم. خیلی همکاری مصفر ثمر و لذت بخش بوده برام، بخاطر اینکه اردال ارزنجان موسیقی ترک خیلی خوب میدونه، موسیقی علوی رو خیلی خیلی خوب میدونه و موسیقین بسیار بسیار حساس و ظریفیه که گوش میده. وقتی که با یه موسیقینی که خیلی خوب گوش میده شما رو کار میکنین، این کار کردن خیلی ساده میشه و همکاری خیلی ساده میشه. از خصوصیات بارز ایشون اینه که خیلی خیلی خوب توجه میکنن، گوش میدن و منم کماکان سعی میکنم همون رو تکرار بکنم و امیدوارم که همینطور که دوستیمون ادامه داشته همکاریمون هم ادامه بده. قسمت اول آماده می‌کنی؟ بعد من خطشو از داخل اتاق جا به جا می‌کنم. قسمت دوم این ساز میاد که مثلا اینو بذاریم 1، اینو بذاریم 3-4، اینو بذاریم 2. 3-4 رو داشته باشین، بعد 1 و 2 رو بذاریم. چوره ما بخصم چی نمیشه؟ بله؟ نه، خدا بله. خیلی بهتر شد، یه ذره پخش شد، خیلی خوبه. آره گوزن ساز گوشی کن بیاز.
نمیدونم. هی میره میاد. میخواین یه ذره مثلا 800 ازش کم کنین؟ فعلا همون که تو سالن دارین بدین؟ آره. Thank you.